یعنی یا پس بریم ما. سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ افطاری مهمان ویده جان هستن. در افطاری تقلب نکرده باشین که در سر خانه آماده نکرده باشین. بفرمایید. سلام سلام. بخیر بخیر. متاسفانه نمیگم. همه افغانا در هر جایی که هستن سر بلند. تا قار مکمل جمع کو جارو کو کای تنهایی بود حال طلایی شد چه وقت ما وقتی که نه من خوش دارم نه ای خوش دارم دمی جنگ یام تو خود پیش میکنه یک دفعه دیدم که در پشت لاین ترک هستم میگم ما چی وقت آمدیم بالا چه رقم بدم شفاخانه دولتی کلینیک ماما از یک از دکتر است که اف میوی نوروزا کدام تا هسته چه خوب شخصی قدر یام ترکاری میشو یام آش سردم میخورم دوستان زیادش کامل کردن که بصیره جان و عبید جان نامزاد شدن شب مثل کل تزار مادر جان آمده که خود در جان ما زدی این بار در داخل خانه و اوم خانه ویده جانشان الله اکبر الله اکبر مهمان ویژه این هفته برنامه گپ جمع گپ جمشید رسا این یک شنبه از چینل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید ببین و بخن با طنزهای جالب رمضانی السلام علیکم مرگی سلام علیکم بخیک پس شمیز چرا مرا خیستند یه؟ یعنی ما عاشق نقاش هستیم در پت بدت خدا میشه که عاشق نقاش هستی ببین و بخند را فردا پنج شنبه از چنل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید در برنامه سلام این هفته زکات زکات بالای کی فرض است؟ زکات به کی داده شود؟ مقدار زکات و ده ها نکته دیگر این جمعه از چنل یوتیوب حفیظ محمدی بیننده باشید HM Production پوشش محافل خوشی شما با بهترین کیفیت تیم خلاق و مسلکی با تجربه بیش از 15 سال وسایل با ظرفیت و کیفیت بلند کرین درون کمره های بروز سموک ماشین فایرورکس تیم خلاقه دیت با HM Production خلاقیت و کیفیت را تجربه کنید برای بوکنگ محافلتان همین اکنون با ما تماس شوید 916-906-0989 امروز روز چهارم ماه حمل سال 9403 هجری شمسی است و ما نیز یک سفر بهاری با شهر به نام تورلاک داریم. تورلاک شهر کوچک در کالیفرنیا است که 1.5 ساعت از ساکرامنتو فاصله دارد. و در این روز 17 ماه مبارک رمضان افطاری ویژه و مهمان خانه همکار گپ جمع گپ وحیده هستیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام هموطنان عزیز به افطار با وطندار بسیار خوش آمدین امروز یک افطاری ویژه را داریم دوستان میفهمین با کی هست افطاری ویژه ما؟ با کسایی که شما پشت میز گپ جمع گپ میدیدینشان و امروز در یک فضای متفاوت وطنی در خانهشان میریم و میشینیم این مهمانی را دوستان کی کرده؟ من نامش براتون میگیرم مهمانی یا افطاری ویژه که امشب داریم را ویده جان به عهده گرفته و بصیره جان هم کمکش کرده در آماده کردن غذا و افطاری و قصه های ناگفته هم همکارا را میشنویم که بیشتر شما همراهشان آشنا شوین درباره زندگیشان درباره قصه شان بفهمین چیزایی را که نمیفهمین و ناگفته ها هست از اون خبر شوین دیگه ما تقریبا 1.5 ساعت از ساکرامنتو سفر کردیم
آمدیم به تورلاک. اینجا را به نام تورلاک یاد میکنه. بسیاری افغان ها و عزیزای ما در این شهر تورلاک در این روستای تورلاک در اینجا زندگی میکنن که به همتان سلام برسه. دیگه وایده جان هم اینجا هستن و میریم و دروازه را تک تک میکنیم. اینجا خانه شان است و قصه خواد کردیم، افطاری خواد بود. فواد هم اینه گفت که ما تقریبا یک نیم ساعت بعد دمی سر افطاری گفت ما خودم میرسونم در راستک از یک جای متفاوت میه. جالبی از دوستا که همکارای ما وقتی که میاین به برنامه گپ جمع گپ هر کدامشان از شهرهای مختلف میایه. یکشان از دو ساعت دور میایه، یکشان یک ساعت دور میایه، یکشان یک و نیم ساعت دور. بالاخره کلشان یک جای میشه. دیگه اینقدر زحمت میکشه کلگی. دیگه از لحاظ فواد هم در راه هست، عبید هم میرسه، ما رسیدیم. میریم داخل تک تک میکنیم و قصه میکنیم که در این افطاری چی گپا هست و از هم مهمتر کی آشپزی کرده و کی غذا آماده کرده. خانه، افطاری ویژه، مهمان وحیده و بصیره. بیاین دیگه خیلی همی خانه هست دوستا و نام خدا دیگه در وقت رسیدیم که اینه یک 25 دقیقه بعد آزان میته. هفته هم دارت نشست است. نام خدا این طرف هم یک سرک است، یک رقم بیروبار، یک رقم موتارا در رفت آمد است که خدا کنه که افطاری آماده باشه. وایده و بسیره بسیار مصروف و دیگ پختن هم باشن، اما چی کنیم دیگه، مجبور هستیم که بخواهیمشان. افطار هم نزدیک است و 13 روز به عید مانده. با گفته از هم طفلا 13 روز به عید مانده. میاین یا بریم؟ پس بریم. اشتباه نامدیم، دروازه رو باز نمیکنم. میاین یا پس بریم؟ ما سلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ستان خوب است؟ ویده جان سلام به خود. بسیره جان خوب است؟ انشاءالله بخیر هستین. شکر، رمضان بخیر میگذره. خدمت بینده های عزیز، خدا کنه که جور صحتمند باشین. آه، خوش داشته باشین. اینا وایده جان، ما گفتم از بعض قصه های ناگفته خبر میشین و زیادتر وایده جان، بصیره جان هم کارهای دیگر را در این برنامه میشناسین، دربارشان معلومات میگیرین. چون همیشه پشت میز گفتم بوده کلگی، این بار در داخل خانه و هم خانه وایده جانشان و که افطاری را هم که بصیره جان آماده گرفته، اینکه چی کردن و به کدام سلیقه کردن، اینا رو دیگه به جزئیات میبینیم. فواد هم میرسه، آماده باشین. فواد مثل همیشه دیگه بازم دیر کرد. آه، زیاد گپ نزنین که مایک نداریم. در داخل مایک به شما بزنین، باز میشه گپ بزنیم. کل دی افطاری مهمان وحیده جان هستن. دی افطاری سال 1403 که نوروز هم شد یک چند وقت پیش، سال نو تانم مبارک باشه. نوروز از یک طرف، افطاری از دیگه طرف، بامکارا دیگه طرف. آه، یعنی چندین مناسبت است و کلگی شما دعوت آمستین در اینجا در خانه وحیده ایشان. صحیح؟ خوش آمدین. چی پخته که دقیقه نفر بس میکنه؟ زیاد است تا که باشه نفر. بفرمایی نفی جان داخل. آه، زنده باشین. تشکر. خب حالا بوی نان خمیه ای که تقلب نکده باشین، که دستر خانه آماده نکده باشین، نان اردیتان باید آماده کده باشین. کم کم ماما آماده کده و نصفش هم مادر جان. خب بیاین با همکاری یک دیگه. حالا میمان کار دارین که میمان ها زیاد میشه در افطاری؟ نه خیره. کار دارین یا نه؟ نه میمان کار داریم. یک چیز از اخلاص گفته میشه، یک چیز از سر دل. شما از اخلاص میگینیم؟ میفهمیم که ما افغان ها مهمان نواز هستیم. آه نه، من شوخی کردم. مهمان نوازی خوش شک نیست. اینجا میشینیم. باز خوشتن در ماه مبارک رمضان باشه و هم افطاری باشه. بله. بیاین که یک چند دقیقه بیشینیم که باز بین طرف آشپزخانه. کل قصه از آشپزخانه است. عبدالله رمضان بخیر گذاشت؟ بخیر گذاشت، یکم گشنه هستیم ولی خوب گذاشت. آشپزی کردن دوستا و امی بصیره جان و ویده جان بسیار قصه دارن بگفتن، بخاطر ازی که ناگفته های هست که باز خبر میشین و دیگه را خواستین در فروخ هیام آمد. کی آمد؟ سلام خوش آمدین. خوب هستم. سلام بخیر جان. سلام بچه‌ها، خوش آمدید. خوب هستم. بفرمایید. رقم خندید گرفت که نخواسته بودیش. در گروپ پیام مانده بودم، فقط نام خودت را نگرفته بودم. گفتم بجز و بجان. خوراک فروشی برادران بجز از رستم. دقیقاً.
برای رستم آمده بود. آفرین دیگه. یک کسی که نامده فواد است، من تا تقریبا فکر میکنم ده دقیقه شد به افطار مانده باشم. کمتر از ده دقیقه. یک بار برین داخل آشپزخانه که کل گپ سر افطاری است. اینا مهمانی کردن و خانشان آباد بسیار جان ویده جان دیگه که این افطاری را آماده کردن و چند روزه داره که شما نان بتین چقدر ثواب میبرین به اندازه یک روز روزه را ثواب برده نگر هر کدامتان آشپزی از یک نمره بتین به خاطر که از صبح تا بالا قدر آمادگی گرفتیم گشنه شدیم دیگه از بس که میبینیم اینکه چی آماده کردن این دخترا این نام خدا نام خدا سعی که تو سالات چقدر زیاد آماده کردن بهترین چی سالات سالات بخاطر صحتمندی. شما دو نفری که بگوین که در چی پخته کردن چی در خانه مشهور هستین خودت پایید ما خودم در کرایی مثلا گوشت گوسفند و اینا خوبش پخته میکنم دیگه شیواره دیگه آمد یک کرایی شینواری خوبش پخته میکنم و یکی هم چیز قابلی پلو قابلی پلو خودت بسیار جان من تو آشک این چیزا حوصله داری حوصله دارم و دوست دارم پخته کنم و برای از او بریانی رو فکر کنم میتونم فکر میکنی یا ساعت بیسن؟ به نظر خودم فکر میکنم که خوب است اما نه بفهم که دیگه چی نظر بیتن متاسفانه نیستیم دیگه این دیگه رو سعی کنین که چه قضیات زامت کشیدین ها دختر شما یک دو چیز بخته میکنین خیره گفتیم یگان یک ذره برای خود ما تمرین هم میشد دیگه بخاطر تمرین خودم هم یگان ولی یک چیز ما گفتن همانه که واقعا مادر جان ویده جان زیاد زحمت کشیدن به خاطر که ما نمیتونستیم کل این چیزها رو بخته بکنیم اونا کمک کردن و بیشترش دست بخت از اوناست ای که در داخل از دیگاه چی پخته کردن این افطاری چی هست ای را آستاستا میفهمین دوستا و بازانم تقریبا اون نمیبینیم ساعتا که یک دو سه دقیقه مانده خیلی گفتار میکنیم بازی رو میبینیم که شما چی پخته کنیم رو میکشیم نگه سیست فواد هست خیز برده دیگه فواد چی شدی؟ یا بیشن ها وقت میده همه سر افطار خدا رساندی خو؟ سلام سلام بخیر بخیر وقتی تاور گفتم دوستا فواد جان این از یک طرف دیگه هم میاد دیگه سلام خوش آمدید نام نست دروازه که برات ایلا کردی تو سر بخواد در آمدی رقم نام شیه تورگل؟ نه تورلاک ای تابال باشم دیدم سپینگل بیخیل این سر زمین ها آمدم بیخیل دیگه میخیل دیگه قاردم آخر فکر کردم طرف چپم دوا بود سوزا میخوردن گفتم اینا چه قزندگیشان دورست نه بل دارم نه دیگه بیا خوش آمدی خوش آمدی بیا خوب وقت آمدی و این دو نفر همکارای ما ایزامت کشیدن خیلی میره به افطاری خود میکنیم ما فکر میکنیم در پشت میز تنها میکر کردن یا داره این موجود کردن میخ بلا دارم آه سای که تو از این طرف بای پنگیش دلاز بسته این میز پر است از نام خب خیلی افطاری میکنیم که دو سه دقیقه تاور گفت مانده لحظه شما بیا کنید دیگه آزان میتنه خیلی بیا آزان ها کنید در موبایل از دیگه اینه بخیر یک دقیقه مانده ما برتان او مندازم هرچقدر که شما میگن ما برتان مندازم یک دقیقه دو سال از شماری و بخیر افطار بست از بس بایده تشکر سانیه هاست دیگه اما از دک میره پایین چکا خوب شهر سالی قدر یه هم ترکاری رو میشو یه هم آف سرده میخورد خب بازه ها خوب سیده به خاطر خودت میشه خوب که یک ذره ویتامین های بدن رو زیاد شما خداوند به برکت از ایمان مبارک رمضان در خانه کل افغان عزیز ما که بیننده ما هستن برکت و خیر و عافیت و صحت نصیبشان کنه شامل حالشان کنه کل مریضا رو خداوند شفا بده کل کسایی که مشکل دارن مشکلاتشان حل شوه در وطن ما آبادی آرامی صلح و فراوانی بیاید و انشالله که همه افغان ها در هر جایی که هستن سربلند متحد با اتفاق و عالی زندگی داشته باشند شاید یک امپذیری و صد درصد مسئله دنیا باشه صد درصد صد درصد و خداوند کل لگیر از آفات و بلای آسمانی و زمین نمون پانه خود نمون و خداوند روزه ما را رمضان ما را و عبادات ما را اگرچی به شکل که خداوند میخواه نیست اما به مو اندازه کمش که یا نقص و نواقصی که می داشته باشیم به او کیفیت نمی باشه خداوند بپذیرش دیگه لحظه شماری بر آزان میکنیم دیگه خداوند دعای ما رو قبول کنه و آزان من تقریبا یک 30 ثانیه دیگه با آزان میدم خداوند قبول کنه آمین آمین و
الله اكبر الله اكبر. الله اكبر الله اكبر. اشهد ان لا سرخانم آماده شد. والا این خراب ساز آمد کشیدن. بیاره خیر جای پیدا میکنم. خب باشه من یه امان بیارم. یعنی نام خدا در پشت میز که یا میشن صحبت میکنن امارات های دیگه زیاد ساستا معلوم شد دیگه. نام خدا میگه پام یاد کنم. بیاین بیشیدن بس از دیگه همی هر چیزی که بود آورده نام خدا ماشاءالله وزیش هم سر زیاد است. او را باز دخانم خواهد اونا را باز دخالتا برده. حال ده گپ جمع گپ نیست، نان جمع نان است. نام خدا بسیار چیز آماده شده. ای را بگین که کی چی چیز آماده کرده ده بین شما دو نفر. من بدون شک که مادر جان و ویده جانم زیاد زحمت کشیده به افطاری و دیگه شما بگین که مهارت هایتان را بفهمیم سر سرخان چیزایی که هست. مهارت های من ترکاری را جور کردیم. بسیار کار کلان کردی نام خدا. و اینی چیزا کرایی مثل کرایی یک گوشت گوستان یک روز اینی کرایی که خاص ویده آماده کرده. و باید جان یک روز یک ویدیو روان کرده بود گفتم شاید خوب دل ماما شده بود گفتم بیمیشه و خیامت یک گوشت بخته کنیم. پکوری گوشت مرغ. پکوری گوشت مرغ هست. پکوری گوشت مرغ دیگه چی چیز دارم؟ در کل چیز البته دست ما است کمک کردیم من تا باز مستقیم که پخته کردیم امی بسیره بخود بخود بسیره از مان کنم بسیره از پان کرده. وقتی که میمانی میشه آدم یک خوبش شوه خوبش نشه یک تشبیه شک میداشته باشه. کدام از این غذا در دلت میگشت که چطور شوه خوبش بیای خوبش نبیای کدامش هست؟ در بین از اینو فکر کنم امو گوشت بخاطر که میخواستم زیاد نشوه را که شارید کمکه تشویشم به امو چیز به امو گوشت چیز بود گوسفند. خب این قابلی ها بسیار مزدار معلوم میشه. نام خدا بامیان هست، کفتام هست، والا بسیار چیز هست. خیلی بخوریم شروع میکنیم و با تمام دوستا و عزیزایی که ما رو میبینن این تیم گپ جمع گپ که حالا به نان جمع نان تبدیل شده ایده ای افطاری و افطاری ویژه که میمان ویده جان هستیم و بصیره جان و تمام دوستا کلگی هستن از طرف شما نان میخوریم. دیگه بسیار تشکر از ای که زحمت کشیدین. حالا ببینیم که نمران بتین در نان خوردن که چی است. از این طرف شروع میکنیم. بخیر کس که آماده کرده بسیار مزه‌دار آماده کرده به شکل آماده مادر جان چند دانه کباب مرغ است کباب بسیار برتان منتو بندازم منتو ها پیش بسیار جان از برتان پراتر
مرک برد من تو بندازم فواد جان. فواد جان علاقه من من تو هست. هیچ مزه. پیش از این که ترمینایی بود، آل طلایی شد. چه وقت مزیاری بود؟ چوبی بود. چی افطاری بوده؟ طبق معمول افغانه از عادت شامی است که شما وقت خانهشان برین زحمت میکشن و بهترین چیزها را آماده میکنن. چی در افغانستان باشه؟ چی بزنه در افغانستان؟ چی باهر امکاناته که باشه؟ از اول از دیگه وایدا جان، بسرا جان، خصوصا مادر وایدا جان بسیار زحمت کشیده بودن. خداوند خیرشان به همه چیز از ده نمره بالا به همه چیز. دیاکوتان بفرمایید نانتان راحت بخورین. گبزه نمقه بود سر نان. بازی قصار ما شما داریم بعد از نان. خب دوستان عزیز، حالا یک بخش داریم به نام بخش دو دوست که در این بخش ما دو دوست که چگونه آشنا شدن و در این امریکا چگونه خوارخوانده شدن با یک دیگه، چگونه صمیمی شدن دیگه. قصه است که شما در پشت میز گپ جمع گپ از این قصه خبر ندارین. نال میشنیم از دو دوست که بسیار سیاسی هم شیشتن بیشیشان هم اف میوه و جالب است که اف میوه نوروز آوردن به سر میز و انشالله که از یام استفاده میکنیم بخیر باز دیگه. میشه که از اینجا آغاز کنیم که چطور یک دیگر شما شناختین روبرو شدین در این ملک مسافری؟ حفیظ جان، شروع دوستی ما از زمانی که ما آمدیم با شما برنامه رو شروع کردیم از اون وقت شروع شد. خب از اون شناخت شروع شد. از اون شناخت شروع شد دیگه و امی قسمت بوده، یعنی تقدیر خوب بوده که ما همزمان یک جای وارد برنامه شدیم و مو وقت یک دیگر شناختیم و خوبیده ای بود که باز هر دوی ما در یک من البته یک کم دورام نیخو نزدیک با هم زندگی میکنیم، یک کم تفاوت داریم. و از همینجا شروع شد که یک دیگر شناختیم و ماشاءالله حال بسیار صمیمی شدیم. یعنی یک امروز شما آمدین به کار یک دیگر فهمیدین که از یک مسیر میین، از یک راه میین. یک دفعه وایده سعی کرد گفت ما با هیچ کسی قدر صمیمی نبودیم، چطور نمیفهم بخواد در روز اول قدر صمیمی شدیم. و از امروز اول صمیمیت ما شروع شد. من فکر میکنم خداوند نمیت یک چیز تنظیم کرده بود که شما روزان از یک جای میین، از یک مسیر میین و میتونید که یک موتر بیاین. از اول از یک امرای بسیار خوب ما و اینقدر قصه میکنیم با هم دیگه که بخی تاموشه که میرم صدای ما بخی میشینه. بسیار خاطرات جالب و گپای جالب هم در راه رخ میده که بگوین بعض چیزهایی که در راه میکنین. یک موضوع دریوری است نه که سر که دیگه هم اندازین دیگه چی هست؟ یکی دریوری همی بزرگترین جنجال ما میسته که این میگه که تو درایف کن، ما میگم تو درایف کن. وقتی که نه من خوش دارم نه این خوش داره، هر دوی ما به علاقه هستیم. ورا تقریبا یکونی ساعت هست ولی بازم من نوبت مام که میباشه سرزوری میکنم، میگم نه ویده من نمیدونم برو سرزوری. نه باز جالب اینجا از اگه که خسته هستیم باز یکی پالی کسی که میشینه باید بر تو بیشتر انرژی بده، قصه کنه، گپ بزنه. یه بوده تلفن مصروف است. آخر یک روز گفتم شو گفتم یا که تلفن تام میمونی قصه میکنی امرایم، یا که تلفن تام میمونی دیگه اون طرف، یا که میای دیگه رانندگی را خودت میکنی. اگر یادت باشه بسیار یک موقع سخت تیر کردیم وقتی که آمدیم ویدا جان درایو میکرد و ما خسته شده بودیم، ما در تلفن مصروف بودیم، هیچ فکرم نبود. دفعتا ویدا را خواب برد در جریان درایو و دیدیم که در این لین ما بودیم. دفعتا موترم تو لین چینج شد و در این مسیر که دیدیم ویدا را میگم ما ویدا تو لین چینج کردی؟ میگه نه نمیفهم موتر چه قسمی طرف رفت. چیز بود در یک لین بودم در پشت سر موتر ترک رفتم، یک دفعه خوابم بردی در تلفن مصروف بود. یک دفعه دیدم که در پشت لاین ترک هستم، میگم ما چی وقت آمدیم؟ پس در این طرف خود انداختم دیگه، قد ترسیده بودم. در اون وقت نقدر نترسیدم که بعد از اینکه در این لاین دیگه خود انداختم بسیار ترسیدم. واقعا اولین بار بود که توی خطر ما در رانندگی تیر کردیم. ویده جان تاسی ویش تاسی فامیل چو تنه دی تاسی رشته کنشته؟ در من فامیل که دو خواندی هست او یا می ورور دی او ماما جان می منگ سر جوان کهی مور جان میده او ټول یو ځای ژوند کوو. خبر او به کور کې تاسو کار کوئ که څوک کار کوي؟ د بیرون کار زم کار کوم، ماما مې کار کوي، خور مې مام درس ته ځي او هم پارت تایم کار کوي، خو دا ټول مصروف دي. ښه چندین ساعت باید به پای استاد شوین کار کنین بخو شوین؟ حفیظ جان روزای اول که آمده بودم چون ما د افغانستان یادتان هسته که کار میکردیم کارگریز بودیم، یک دو ساعت که کار میکردیم زیاد سختم کار نمیکردیم. با وجود از
کارگریز بودیم، فرار میکردیم. ولی اینجا ما وقت که آمدم در ابتدا تا 4 ساعت من استاد شده نمیتونستم. وقتی 4 ساعت میشد دیگه می نفسم میبرامد و میشیشتم، میگفتم من نمیتونم کار کردم. ولی بعدها قدر ما عادت کردم، می دشواری های زندگی قدر آدم سخت میسازه که من حتی 12 ساعت 14 ساعت متواتر استاد ماندم و کار کردم. در بین شما چی احساس میکردیم؟ کی اتو اما مسئولیت از دوش خود من نازم؟ کدام تان هستیم؟ من که هستم یک کم بیپرواستم. باز وایده جان که هسته بسیار اساس از ده هر کار خود. اینا که هستن هر کار با حوصله انجام میده، بعض اوقات اصلی سر میرن، اما بازم اون کار کش میکنه به بهترین نحوش انجام بده. نحوش انجام بده. کی زود قار میشه برای شما؟ من یک کم اگه زود قار میشم، باز اگه اوقدرم قار نباشم از بسته که بسیره جان میگه که چون اعصابت خراب باید بعد بتر اعصابم خراب میشه. یعنی فکر کرد که یعنی اعصابت اینقدر خراب باشه او را اینقدر میکنه برای از بس سوال میکنه. بیشتر وقت ما صرف از این میشه که ما لباس پیدا بکنیم و دوستان ما میفهمن که لباس پیدا کردن در امریکا یک ذره سخت تر است، به خاطر از اینکه با مو فرهنگ ما سازش نداره. دارن لباسایی هست که باز ما نمیتونیم مورد برنامه بپوشیم و این چیزا که از حوصله را میگیره و وقتی که حوصله به برنامه میمونه بسیار کم میمونه. و دوستان عزیز کوشش کنید که ما را بیشتر تشویق کنید. کی زیاد مصرف میکنه برای شما؟ کار خوب میکنید؟ مصرف کی میکنه؟ بگو دیگه. مصرف به جای بسیار میکنه، مصرف صحیح میکنه. کی زیاد خنده روی و مذاقی هست برای شما؟ من گپ های جالب زیاد میزنم، بسیار خنده زیاد میکنم. باعث میشه که شما فقط ایچه من با زیاد خنده هم اگه بکرم نکنم بسیار دیگه. کی باز در رنگ، انتخاب رنگ و ستایل و آرایش و چیزا و همین چیزایی که دخترا خوش دارن زیاد خوب است؟ بگو دیگه ایلی هرکم طرف ستوت سالاره. وقتی که سوالایی که جوابش خود وایده جان میباشه باز طرف ها سر میکنن، یعنی بگو جواب بسید دیگه. تو لازم بگو دیگه. وایده جان ماشاءالله در سه انتخاب لباس، در سه فیشن بسیار خوب هستن، همیشه مرا کمک هم میکنن. وقتی که ما خرید هم میریم، یک جای میریم، ما با اینا نظر میتونم، اینا به من نظر میتونم. سال نو هم امروز دیگه روز هفتم هشتمش که سال نو شد و شما دیگه در این افطاری نه چی هم یک میوه هفت میوه بسیار زیبا و خوب و مزدار معلوم میشه آماده کردین. از این هم بگریم که ایرمت هم نمیفهم کی آماده کرده. مادر جان آماده کرده. امشب مثل کل بسیار مادر جان آماده کرده، خود در جان ما زدیم و کده بیننده یک جایی که ما آماده کردیم. نه کمک کردیم امرایشان، ولی بیشتر کار اصلی را باز مادر جان بگیرین. شما بخواهی بگیرین، ما گرفتم. خب دوستان عزیز، آل یک بخشی که نام خدا بسیار زحمت کشیده بودن، بسیار تشکر از افطاری بسیار فوق العاده، هم قصه کردیم هم گپ زدیم، هم آل رسیدیم به بخشی که یک چند لحظه گفتیم صحبت کنیم، یگان خاطرات گپ جمع گپ قصه کنیم، یگان مواردی که ناگفته هست رو صحبت کنیم، یگان کامنتار رو بخوانیم. و فوادم بعض چیزا رو جمع کرده که گفتم افطاری که شو باز ما کمک زره راحت تر فکر ما آرام تر باز ما کتان گپ میزنم. اینا نوبت فواد میتیم، باز بعضی چیزای دیگه هم از نام خدا در اینجا یک فرنیا ماست که آماده شده و ایده جان آماده کرده. یک چیزی هست که در ذهن من میایه و چهره کار خاصی که میبینم شخصیتش باز میگم که اینی خیلی کارا می بود یا نظر به موالتش. اگه کارا می بود خوب بود. اگه کارا می بود خوب بود. اینا رو بگو از دوستا. مثلا وایدا جان که است، خب وایدا جان که است، نامش به چهره سر نمیخوره. نام وایدا جان باید مالیا جان می بود. بازی قسمی است خو یم تک دختره که چالاکه کمت شرک جنگرگه که است، بازی در کل سالگیرا و همین محفلا ایرمت نا خبر میکنه نه که داری زدن خوب است. یعنی میخانه میخانه بازی که دمی جنگ یام تو خود پیش پیش میکنه زبان داره. ایده وای در که میبینم رقمی آدم میه بسی داره که میبینم نام خدا همی آلت شه همه تو سعتمندی شه وزن شه باز میگم نام ازی باید تنیز گل باشه. بازی چی رقم بده میشه شفاخانه دولتی کلینیک ماما از یک از دکتر است. خواه فوا جانم چهره کسایی را داره زیادتر که اولش خونامش خورده هاست شباهت و هم کسایی داره که دلیل لامی ها میباشه تو خونه خوردگی هم دکاندار است و هم دکاندار است و هم تو چملکه های وزنش کم نه چموشی فلفروش
گاتل لیلا میره بفروشه. لباسه گرم زمستانی میفروشه ولی خودش خونک خورده گیره. چون بلند خواهی بروشه. در حال که لباسه گرم اونجا زیاد است ولی خودش خونک خورده هم اونجا ممیزک شده بیچاره. باید جور دارم اکی. هرچقدر که در افغانستان بعید نزدیک میشه اونم قدر کلگی شوق و علاقه پیدا میکنه که چی وقتی ده سال چند روز مانده خود دفولیت بسیار آدم منتظرید میباشه. خب چیزایی که در یاد ما از رمضان های قبلی که گذاشته مانده در افغانستان یکی خب همی افطاری که میشه دیگر بیرون مبرا آمدیم این زیاد خوشایند بود و دیگه در رمضان های افغانستان فقط دو چیز است یا قیماق مرباز یا تخم دسهری آفرین و نموده تا که دیگه بیخی چما تو ماه رمضان بستر عدم خانه میباشه و جالبی است که در رمضان در ولایت های مختلف ما و شما به انواع مختلف غذاهای مختلف است و یکم اگذاری تو فرهنگان فرق میکنن مثلا شما به یک ولایت میرین شاید رمضان در اونجا به یک نو تجلیل شوه و همتان ما به یک نو بشینن یا بخیزن یا میمانی برن یا افطاری برن اما در غذاهای مختلف و شاید تهیه کنن که رمضانی باشه یا در سحری بخورن و جالب است که اگر می رنگ بوی شما در افغانستان برین بگردین در 34 ولایت 34 نو زیبایی را میافین همینطور است یا نه؟ یعنی شما اگر یکان دفعه فکر کرده باشین مثلا دیگه ولایت میرین یک غذای رو میار بشوید تا میمانه که هیچ وقت ندیدینش هیچ وقت نچشیدینش و چیز نهو میباشه در افغانستان مردار سیاست خراب کرد زنان رسم رواج و در این برنامه آخری که با امید جان داشتیم دوستان زیادش کامنت کردن که بصیره جان و عبای جان نامزاد شدن و یک رنگ هم پوشیدن چند کامنت بیشتر هم خود فواجان خانیم یک کامنت موضوع است که بصیره جان همکار ماست بعضی ها میگن که از فامیل شماست مثل فامیل ماست همکار ماست و تخلص ها معمولا میباشه محمدی تخلص هست زیاد کسا محمدی تخلص داره دیگر تخلص ها را دارن بصیره جان همکار ماست از خواهر پایین تر به ما نیست از خواهر بالاتر است و این موضوع رو گفتم باش حل شد باش دو ساعت تا زنگ میزنم که چی نسبت داره با شما ولی ما قرابت خونی نداریم بله خیشام نیستیم قامم نیستیم ولی همکار هستیم همکار هستیم بفرمایید شما بعض نکات جالب در فامیل است که آدم روبرو میشه یا از خواهر یا از مادر یا از برادر چی چیزایی شما روبرو شدین در خانه اتو سهم میگیری در خانه واقعا امروز نشان دادی که یکان چیزا رو پخته کردی و ایده یا یکان چیزا رو آوردی که برای ما چیندی اما در پشت صحنه شاید کلش مادر جان بوده باشه نه در خانه سهم زیاد میگیریم ولی فقط نقطه جالب امی است وقتی یک میمانی میشه یا یک پارتی میگیری یا هر چیزی میگیری مادر ما ات یک کارای رو سر ما میکنه که اصلا رب به میمانی آدم میمانی هیچ رب نداره میکنه؟ مثلا ما دمی میمانی مثلا سر ما بیخی قوطی های همی میوه خشک ما را شوشته که حالا ایره چی رب داشت به میمانی ما شاید مادر جان از موقعی استفاده کنه بسیار کارا را شما کنه که نمیکنین خب الماری های ما را سر ما جمع میکنه فکر که خواه اتاقا را مکمل جمع کو جارو کو کل چیز که اونجا میمان نمیبینه چیز را بیخی هیچ رب نداره دیگه میخوای از این موقع استفاده کنه کل گرد کار میشه نگه میمان داره در اتاق چقدر گلوان است نگه بچه تزوان مادر ما همیشه پاکاری میکنه ولی خب باز در روز میمانی اقدر خسته میشه که میمان میاد یه طرفش تنها اینم سایکو از خستگی دیگه هیچ چیزی گفتن هم میتونی کل هم شیمی یا مثلا در اید و اینا هم که میشه ما میتونیم که امور پاکاری را پیش از پیش شروع کنیم نه اما سه روز پیش یا چهار روز پیش یک رقم سرتان فشار میره تا دمید که بخیده دم خستگی تیر میتونه اما این موضوع را ویده جان یاد کرد دیگه اینجا مادر جان اگه بیای باز اخش میته به خاطر از اینکه مثلا کدام سیلی ناگهانی خوردم دیگه اجازه هم نداره که گپ بزنم تا خوب است که از این فرصت استفاده شو و خانه چی شوه و خانه کمک ذره تمیز شوه و هم چیزهایی که بسیار به وقت زیاد مانده که تمیز نشده و هم پاکاری شده داخل گلدان ها را مثلا پاکاری کنی داخل گلدان ها را میری کمره را داخل این کنی و جره میری این تو اونجا پاک شده؟ یعنی هیچ نقطه را نمیمانه سرتان خب نه بسیار خوب بزن تو با اصطلاح دیگه دیگه بین خودت مادر جانت از مان قرار نیست ایدام نزدیک است و تقریبا 13 روز هم کم وقت است دیگه یک هفته و چند روز و یک چیزی که فواد در گبجمه گب معمولا میبینیمش سوال که میکنه فواد پیش از سوالی یک چیز میگیره این کده رئیس بسیار به تکلیف میشه چرا این چی حالت میشه؟ نمیجوری هم سوال کردن ادتر بسیار به تکلیف بزن اگه ادتر یکی هم دوستان بزن متوجه شدن که بسیار تو سوال که میکنی زیاد تو جذبه میگیره و زیاد گلون تصاف میکنی محفظ جان بخمی
کل زندگی ما دوش پرکی پیش میره. مچ راحت نیست مت ارقام است من تو. شور میکنی. اما اگر راحت خودم خود از ذهنی و درون مثلا خود راحت ساز کنم راحت میباشم، مگر نه که خودم خود تبدیل کنم که بگم که خراب میشه، اگر میشه باز از پیشم خراب میشه. خاطرات پشت صحنه هم بسیار جالب است و بعض پرسانای گپ زمانی هم بر شما دوستا خاط ماندیم. منتها بازم یک رمضان بسیار خوب، یک افطار بسیار خوب در اینجا بود همراه دوستای عزیز و دوستایی که در پشت صحنه هستن، فامیل وحیده جان هم بسیار زحمت کشیدن و لطف کردن و ده ها نو غذا را آماده کردن، امشب بسیار یک مهمان نوازی گرم کردن و یک افطاری بسیار فوق العاده خوب بود. از همه مهمتر هم این چند لحظه شش تن قصه کردیم برای دوستا و عزیزا و یک فضای متفاوت افطاری را برای شما داشتیم. نگی خودش در خصوص خود همین خودش ویژه بود دیگه، یک برنامه ویژه بابا جانم یک دیشک آورده که برایش یک اون چیز مانه آره استی فواد دان در آزیاره ممنون بخاطر که دید که نان زیاد هست چی برد برده؟ تو تی یک بار کردی که سه نفر از میمانای زیبتاسی نان در کی؟ یعنی نه بسیرام نان خورد ما دوستا ای بود برنامه ویژه افطاری با جمع از همکارای عزیز با دوستای عزیز که مثل اعضای فامیل واره در کنار یک دیگر در برنامه یا می باشیم و امو بازم گپ همیشگی که چند لحظه که امو قصه افغانی ما و شما و امو حال و هوای افغان افغانی ما و وطنی ما و شما تازه می باشد خانه ها، او دیگه کلانترین دستاورد ماست، یعنی به می دستاورد ما کار میکنیم و خوش میشیم که می چند فامیل گرده هم میشینن برنامه رو سیل میکنن، یک چند لحظه خوش میشن با زبان خود میشنون همه چیز، اطفال میشینن دیگه شوخی های فواد میباشه، سوال ها میباشه و سلام علیکم و این هم قسم کلگ یک جای دیگه طرف کمره سای که داریستم نیاز خاطر آه از اول هست دیگه این کلش به خاطر زمین است و این افطاری هم بسیار خوب گذشت، بسیار تشکر بازم زنده باشید. تشکر از همگی دوستان. دوستان عزیز شما در کامنت ها نوشته کنین که برنامه دیگی دیدار وطندار یا گپ جمع گپ هر نظری که دارین نوشته کنین، چنل رو سابسکرایب کنین، ویدیو رو با تمام دوستایتان شریک کنین، روزه تان، نماز تان، صدقاتتان همش قبول درگاه حق باشه و با عزیزایتان، با دلبندایتان، با فامیلای عزیزتان خوش و خوشحال در امن پناه خداوند باشین. بسیار تشکر از اینکه همراه ما بودین در این ویژه برنامه افطاری. اوقات لذات خوش، همدلی از همزبانی بهتر است. خدای پامان. خوشی و لبخند با HM Production. عزیزای دل، هموطنای گل، بسیار تشکر از اینکه این برنامه را تماشا کردین. ما برای شما عزیزا دو ویدیو و دو برنامه دیگر را پیشنهاد میکنم، یکی ای و یکی هم ای. شما میتونین که ایران ببینین با خانواده عزیزتان و روسیاتون نره که سابسکرایب کنین، چنل اگه نکردین حمایت شما همی است، لایک کنین، کامنت کنین و ویدیو را با تمام عزیزای دیگه‌تان شریک کنین.